خب اسلایدامون شیر شد. خانم دکتر باریکانی رزیدنت محترممون زحمت میکشن که کیس امشبمون رو معرفی میکنن. گرندراند امشبمون در مورد آسپیریشن جسم خارجی هست که ایشون زحمت میکشن و شروع میکنن. خانم دکتر باریکانی هستین انشالله؟ خانم دکتر باریکانی سلام. سلام، شب شما بخیر، خستم نباشی، میدونم کشیکی، مرسی که زحمت کشیدی و امشب حضور داری، علامت باشی. خواهش میکنم ازت که سلامت باشی. خواهش میکنم ازت که شروع بکنی معرفی یک کیس رو و قدم به قدم پیش بری. مرسی. مرسی من. استاد. قطع شد سیستمم یه لحظه. شکایت اصلی بیمار بله جسم خارجی و خصوص سینه. سیر بیماریش. بیمار پسر 3.5 ساله بود که حدود 20 روز پیش دانه تسبیح خورده بود. از اون پس دچار خصاص سینه سرفه شده بود. طی این مدت دو بار به پزشک مراجعه کرده بود. نوبت اول با درمان حمایتی و نوبت دوم با درمان آنتیبیوتیک تخصیص شده بود. ولی بهبودی نداشت. جهت بررسی بیشتر تو اورژانس بستری شد. توی ماینش تاکیپنه نداشت. دیستاز تنفسی نداشت. ولی در ماینه ریه هاش ریه سمت چپش کاهش صدا و ویز داشت. یه گرافی همراهش داشت که توی گرافیش پرهوای ریه چپ و شیفت مدیاسن به سمت مقابل داشت. حالا میتونست مطرح کننده همین چکوالو و جسم خارجی باشه. اقدامات انجام شده در اورژانسش بیمار امپیو شد. سروم مینتنس براش گذاشته شد. مشاوره سرویس ریه و جراحی براش گذاشته شد. مشاوره ریهش انجام شد. گفتن که مشاوره جراحی انجام بشه. بیمار تو لیست برونکوسکوپی باشه. مشاوره جراحی انجام شد که فرمودند بیمار امپیو باشه. آماده عمل باشه. نتیجه عملش بیمار تحت ریجید برونکوسکوپی قرار گرفت. بادام زمینی خارج شد و با حال عمومی خوب شرایط بالینی استیبل ترخیص شد. این بود شرح حالش. حالا هر سوالی هست من در خدمتم. ممنونم خانم دکتر، متشکرم از معرفی خوبی که داشتین. این بچه همونطور که خانم دکتر فرمودن، خب من اون شب کشیک ویزیتش کردم، دیدم یه شرح حالی میدادن از اینکه 20 روز قبل دونه های تسبیح بچه خورده. حالا مرتبط میکردم به دونه تسبیح، ولی و بعد از اون بچه دچار سرفه شده بوده. در مورد شرح حال اینکه حالا واقعا یه حمله چاکینگ اون لحظه داشته یا نه، شرح حال واضحی به ما حقیقتش ندادن. ولی خب پس از اون، یعنی این ایونت رو ذکر میکردن که دانه تسبیح خورده و بعد از اون دچار سرفه های پشت سر هم و خسخس سینه شده. دو مرتبه این بچه مراجعه کرده بوده به حالا دو تا پزشک مختلف، یعنی اهمیت کار ما رو اینجا نشون میده که تو هر حالا موقعیتی که هستیم بچه که به ما مراجعه میکنه حتما در مورد سابقه حمله خفگی یا همون چاکینگ و مخصوصا گفته میشه که بالاخص در مورد آجیل ها که جز شایع ترین مواردی هستن که باعث آسپیریشن توی بچه میشه سوال بکنیم که مثلا با این وجود نشده بوده، چون 20 روز گذشته بوده و بچه با ادامه سرفه به ما مراجعه کرده بود. اون شب اولی که ما دیدیمش دیسترس تنفسی به نظر نداشت، اما سمع ریش واضحاً سمت چپش کاهش صدا و ویز بازدمی رو داشت. و همونطور که حالا من اسلاید رو دوباره میذارم، همونطور که خانم دکتر فرمودن و چست رو گذاشتیم، توی چستش کاملاً پرهوایی داشت. البته من فکر میکنم که اسلایداتون نمایش داده نمیشه. نمیده
بله فکر کنم اسلاید ها بزنین ببینم. خب حالا من یه دور خودم میزنم. خب پس این شکایت اصلی بچه ای ما بود که با در واقع آسپیریشن جسم خارجی و خسخس سینه و سرفه مراجعه کرده بود. حالا من یه خلاصه دوباره میگم، یه پسر 3.5 ساله بود که شرح حالی از خوردن دونه تسبیح میداد و بعد از اون دچار سرفه و علائم تنفسی شده بوده و خسخس سینه. تو این مدت 2 نوبت مراجعه کرده بوده به پزشک و یک بار که فقط توصیه به درمان حمایتی شده بود و بار دومم که بهش آنتی بیوتیک داده بودن احتمالاً با یه شک به آپر ریسپیریتوری اینفکشن، ولی با توجه به اینکه بهبودی نداشت به مرکز ما مراجعه کرده بود. وقتی که اینجا مراجعه کرد خدمتتون گفتم که دیسترس تنفسی نداشت ولی ریه چپش بازدهن، کاهش صدا و ویز داشت. این چست بچه ای ما هست که همراهش آورده بود، البته توی مرکز خودمون گرفته شده بود. همطور که ملاحظه می کنید ریه سمت چپ کاملا پرهواست و مدیاستن رو به سمت مقابل، باعث شیفت مدیاستن به سمت مقابل شده و اینجا تا این قسمت. حالا خیلی مواقع ما فلتنینگ دیافراگم رو هم می بینیم که حالا اینجا حالا اونقدر به نظر نمیاد. خب اقداماتی که برای بچه انجام شد، MPO شد و یه سرم فقط براش گذاشته شد و مشاوره جراحی که براش انجام شد در واقع مورد براش ریجید برونکوسکوپی انجام شد و جسم خارجی که دیدن این بود، دونه بادوم هندی که حالا این که میبینید خورد شدم علتش باز شرح حاله. یعنی من با فلوی جراحی که صحبت میکردم گفتن که ما با این دید که این بچه تسبیح خورده خیلی سفت گرفتیمش و متاسفانه شکست، این شکستن هم خیلی میتونه باعث خطر بشه، ولی تمام تکه ها رو خارج کردن و بعدش هم بچه واقعا حال عمومی خوبی داشت و مرخصش کردیم. خب این کیس ما بود. اهمیتش که واقعا پر واضحه که بچه‌هایی که توی در واقع تادلر بچه‌هایی که به تازگی میتونن بلند شن و در دیوار رو بگیرن، هر چیزی رو دوست دارن که به دهنشون بذارن و در واقع اون ارتباطشون با اون جهانی که دارن میشناسن با این گذاشتن هر چیزی به دهانشونه و این خیلی باعث خطر میتونه باشه، همینطور که الان مثل این بچه و خیلی کیس‌های مشابهی که ما تو اورژانس فراوون می‌بینیم. خب حالا بحثمون رو شروع بکنیم و با نگاه به کیس خودمون، من خواهش میکنم از خانم دکتر اسماء اشعری، اول از خانم دکتر ملکزاده خواهش میکنم زحمت بکشیم در مورد اهمیت در واقع آسپیریشن جسم خارجی تو این سن بچه ها لطفا به همون زحمت بکشیم بگین اینکه با چه بیشتر، یعنی پزشکای ما باید بدونن که رزیدنت هم باید بدونن، توصیه کنن چه چیزایی رو بچه ها نخورن تو این سن و سال بهشون داده نشه. در خدمتتونیم خانم دکتر، زحمت بکشی. سلام عرض می‌کنم خدمت همه عزیزان، امیدوارم که صدام خوب باشه. خوبه خانم دکتر، صداتون عالی واضحه. سلام عرض می‌کنم. بله همونطور که شما فرمودین توی بچه‌های به خصوص زیر 4 سال و بعد از اینکه میتونن راه برن یا دیگه دمر میشن و میتونن خودشون 4 دست و پا حرکت بکنن، احتمال بعد جسم خارجی و بعد آسپیریشن اونها برای اونها خیلی زیاد هستش. خیلی از منابع من جمله ننسون ما اولین علت موربیدیتی و مورتالیتی زیر 4 سال رو آسپیریشن جسم خارجی، یا شاید بهتر باشه بگیم چوکینگ، در واقع ذکر می‌کنه. به خاطر همین خیلی برامون مهمه و جالبه که بدونیم 70% کسانی که با چوکینگ و آسپیریشن جسم خارجی دچار مرگ میشن بچه‌های زیر 4 سال هستن. و این خب خیلی بهمون نشون دهنده خطر این شرایط هست. همونطور که شما فرمودید، به خاطر اینکه این بچه‌ها مرحله ای از تکامل رو طی میکنن که در واقع ما بهش میگیم مرحله اورال، دوست دارن همه چیز رو با دهانشون تجربه کنن. وقتی میگیم همه چیز، یعنی از مانیتور و صفحه کامپیوتر بگیرید با همین اندازش تا اجسام خیلی خیلی کوچولو، و همه اونها میذارن دهنشون صرف نظر از اینکه تو دهنشون جا میشه یا جا نمیشه یا ممکنه کجا بره، همه این اقدامات رو انجام میدن و مسلما اون چیزی که بیشتر براشون خطرساز هست چیزهایی هست که بیشتر از همه در دسترسشونه، یعنی مواد غذایی. مواد غذایی میتونه ضرر خیلی کوچولی داشته باشه که باعث آسپیریشن، چوکینگ و در واقع مشکل تنفسی براشون میشه. شایدترین چیزی که ذکر میکنن آجیل ها هستن که متاسفانه علیرغم اینکه خیلی توصیه میشه که بچه‌ای زیر 4 سال، حالا بعضی از منابع زیر 2 سال
آجیل رو نخوره، میبینیم که خیلی از خانواده ها بعد از اینکه بچه اول دندوناش در میاد میگن پسته بخوره، بادوم بخوره براش خوبه و همینجور پسته و بادوم به سادگی میتونن بچه بخوره. خب مسلما نمیشونه خوب بجوه و اون رو ممکنه که آسیب پیدا بکنه. دیگه ذرات غذا هستن، حالا تو منابع خارجی مثلا هات‌داگ رو ذکر میکنن، حالا ما خیلی استفادهشون نمیکنیم، آب نبات، حتی آدامس. و بعد میریم سراغ اسباب بازی ها، تیکه های کوچولوی مثلا بادکنک یا مثلا سکه یا تیله یا خدا نیاره باتری های دیسکی بسیار خطرناک ممکنه که این کارو بکنن، آهن رباها، درپوش خودکارا، ته خودکار، ته پاکنای مداد ها، اینا چیزایی هست که بچه‌ها خیلی توی دهنشون میذارن و خب ممکنه که به راحتی آسپیرش بکنن و جای مشکلات خیلی جدی بشن. چرا تو سنین دیگه ما تا این حد خطر آسپیرش و چوکینگ رو نداریم؟ به خاطر اینکه اولا خب بچه‌ها کوچیک هستن، درک خیلی مناسبی از اجسام ندارن و در واقع سعی میکنن درکشون رو با همین خوردن ایجاد بکنن، اولین تجربه هاشون هست، خطر اجسام رو نمیشناسن. دومی که بلعشون اونقدر تکامل قوی نداره که باز بتونن اجسام رو بده بیرون، حتی شیرخواران شاید از نوپایان یه ذره بهتر باشن تو این شرایط، اونا چون فقط مکیدن رو دارن با اون رفلکس های اوغ زدن و سرفهشون میتونن خیلی از اجسام رو بدن بیرون که خب معمولا مایعات هستن، ولی نوپایان دیگه جامداتشون میزن دهنشون، در حالی که جویدن خیلی تکامل یافته ای ندارن. بعد اینها رو ممکنه که قورت بدن و یه در واقع آسپیره بکنن. دیگه مشکلمون کجاست؟ این کوچولوها خیلی راحت حواسشون پرت میشه. یعنی خیلی از وقتا مادر بچه باید بگه مامان بجو، یه لقمه که تو دهنته قرار بود شما قورت بدی. اصلا بچه یادش میره که این چیزی که تو دهنشه قرار قورت بده، حواسش به یه چیز دیگه پرت میشه. همونجور که همه بازی ها رو نصف رها میکنه، گاهی خوردن رو هم نصف رها میکنه. در حالی که اون جسم خطرناک تو دهانش هست، حواسش پرت میشه. بعد ممکنه به چیزی بخنده، ممکنه سرفه بکنه، اصلا یادش نیست که چیزی تو دهنش هست و اون رو در واقع آسپیره بکنه. یا اینکه وسط کار پا میشن میدوئن، میره دنبال یه چیزی، یه اسباب‌بازی جالب میبینه، بلند میشه میره، یا اینکه از پشت میفته. هنوز بچه‌ها با سن کمشون همه قسمت‌های تکاملشون تکامل خوبی نداره و برای همین ممکنه که خیلی در معرض خطر باشن. راه‌های هوایشون خیلی باریکه، ممکنه که اون جسم رو بره و به راحتی گیر بکنه، جسمی که مثلا تو هوای کسی مثل سن من نره گیر بکنه. و آخرین مشکل این که اونا توانایی بیرون دادن خوبی هم ندارن، یعنی دیافراگمشون و عضلات تنفسیشون انقدر تفاهم پیدا نکرده که یه سرفه افکتیو بکنن و این جسم رو بدن بیرون. به خاطر همین همه این عوامل با هم جمع میشن که بچه‌های زیر 4 سال میشن مهمترین گروه سنی در خطر چوکینگ و بعد آسپیریشن و عوارضی که برکنارش ما داریم. برای همین خیلی باید حواسمون به این بچه ها باشه. خیلی مهم هست که خانواده ها توجه داشته باشن که اجسام کوچیک رو بعد از دست این بچه ها جمع کنن. اگر از مادر بزرگ ها بپرسین میگن که خونه که بچه نوپا داره باید روزی دو سه بار جارو برقی بشه، به خاطر اینکه ذرات کوچولو رو در واقع جمع بکنن و نباشه که بچه بذاره دهنش. من فکر میکنم که ریسک فاکتورها رو گفتم و بی خود سعی کردم رو خطرش تاکید بکنم. متاسفانه خانواده ها کم کم فکر میکنن که بچهشون بزرگ شده و دیگه اون توجه اولیه رو ازش دور میکنن. ظرف غذا رو خب میذارن جلوش، دوست دارن که بچه خودش تنهایی بخوره. بعد مثلا دونه های برنج هستن، دونه های ذرت هستن، استخوان ها هستن، اینا همه عواملی هست که یا حتی سبزیجاتی که خوب نپخته، اینا همه باعث آسپیرشن تو بچه هامون میتونه بشه و خب کم نیستن شرایطی که ما شنیدیم یا دیدیم متاسفانه و حتی متاسفانه مرگ هایی که در این اثر گزارش شد. من در خدمتتون هستم باز اگه نکته ای باشه. من این چیزی خواهم دکتر ملک زاده، ممنون، مرسی. واقعا با صحبتاتون به اهمیت این موضوع خیلی خوب اشاره کردین. فکر میکنم یه راهی که بشه برای در واقع بهتر کردن به آموزش کردینه که حالا همکارای ما که دانشجوامون اینترنامون که حالا بعدا توی مراکز بهداشت میرن، من یادم که خیلی مواقع میخواستن تا کلاسایی برگزار بکنم برای در واقع میشه آموزش توی فیلد جامعه. واقعا فکر میکنم یکی از مباحث خیلی مهم در واقع آموزش همین همونطور که شما فرمودین، اینکه مطمئن بشن از جویدن بچه، اینکه هر چیزی رو به بچه ندن، جلو دست بچه نباشه. هم تو نلسون ما اشاره شده، هم تو فصل ریه، هم تو فصل تغذیه خیلی تاکید شده به اینکه خیلی چیزا مثل بادکنک، مثل مارشمالو، مثل خیلی از چیزا، مثل هویج، سوسیس، خیلی انگور، حتی میگن انگور رو برش بدین از وسط اگه میخواین بدین، حتی وقتی بچه بزرگتر هم میشه، خیلی توصیه شده و این نشونه اهمیت موضوع و کاش ما اینو با آموزش جلوشو بگیریم از اول، چون درمانشو خب بحث میکنیم و انشالله همیشه هم که درمان سعی میکنیم درست انجام بدیم. و اینکه یه بخش مهمش باز اینه که به عنوان پزشک اگر که بچه دوچار این مشکل شده بود بتونیم به درستی تشخیص بدیم یا شرح حالی بگیریم. ممکن اصلا والدین متوجه نشده باشن که
چه این اتفاقی افتاده، این سرفه‌های مزمن توی بچه سالم یه شرح حال گرفتن واقعا خیلی ساده است، شاید هم بهش اشاره کنن و راهگشا باشه برای ما. خب خیلی ممنونم خانم دکتر. حالا با توجه میخوایم بریم حالا جلوتر توی کیس خودمون. علائمی که بچه ما داشت، این بچه ما دیسترس تنفسی نداشت اما سرفه‌های پرسیستنت داشت و توی معاینه‌ای که ما کردیم خب گفتیم که کاهش صدای ریه سمت چپ و همینطور اگر در نگاه هم دقت میکردیم واقعا چست رایز سمت چپ کمتر بود و ویزی که در انتهای بازدم شنیده میشد. خیلی مکرر داریم اینو میبینیم. یه کیس مشابهی که قبل از این بچه من توی اورژانس دیدم دیسترس تنفسی هم داشت. پس وقتی که بچه ها آرومن سعی بکنیم که نگاه بکنیم، معاینه بکنیم، چون به محض اینکه ما نزدیکشون بشیم دیگه معاینه ما شاید اونقدر ریلایبل نباشه. تا موقعی که بچه آرومه سعی کنیم نگاهش بکنیم ببینیم واقعا دیسترس داره یا نه. خب این کیس دیسترس تنفسی نداشت ولی کیسی که همون چند شب قبلش من دیدم با همین علائم با همین چست مشابه ولی دیسترس تنفسی هم داشت و یک بادوم خیلی بزرگ توی برونکوسکوپی ریجیدی که انجام شد از برونشش خارج شد. خب این در مورد علائم. من میخوام زحمت خانم دکتر اسناء عشری بدم که در مورد علائمی که ما به طور کلی توی این بچه ها میبینیم زحمت بکشم برامون توصیف دیگه توضیح بدن. ممنونتون میشم خانم دکتر و هر زمان که نیاز داشتید که من الگوریتمی رو که دادید و شیر کنم بفرمایید، در خدمتتون هست. سلام خانم دکتر عزیز، شبتون بخیر باشه. من متاسفانه ویدیوم آن نمیشه، معذرت میخوام. سلام عرض میکنم خدمت اساتید محترم و همکاران عزیز، در خدمتون هستم با توضیح علائم بالینی فارین بادی آسپیریشن. صدای من میاد خانم دکتر؟ بله دکتر اسناء عشری صداتون میاد. مرسی. در مورد علائم بالینی، خب علائم بالینی فارین بادی آسپیریشن بسته به نوع جسم خارجی اون محلی که قرار میگیره و بسته به مدت زمانی که از آسپیراسیون جسم خارجی گذشته فرق میکنه. بدترین عارضه‌ای که میتونه اتفاق بیفته انسداد کامل هستش که به این صورته که بچه بلافاصله بعد از اون آسپیراسیون یا دیسترس شدید پیدا میکنه و در حقیقت توانایی صحبت کردن حتی سرفه کردن رو از دست میده، که این بدترین اتفاق هستش. ولی خب ممکنه هم طیف علائم از بی علامتی کامل تا این انسداد کامل وجود داشته باشه. سه تا مرحله میگن وجود داره توی آسپیراسیون جسم خارجی. مرحله اول حمله اولیه یا اینیشال ایونت هستش. بیشترین علامتی که ما توی مرحله داریم همون سرفه هستش، ولی با سرفه، چوکینگ، گگینگ این مرحله شناخته میشه. حمله تیپیک در واقع اینطوری توصیف میشه که یه حمله ویتنس هست، یعنی با شاهد، از همین چوکینگی که باهاش سرفه، با سیانوز ممکنه باشه یا همراه با دیسترس تنفسی ممکنه باشه توی بچه‌ای که قبلا هیچ مشکل خاصی نداشته و سالم بوده. بعد از این مرحله یه مرحله رو داریم که بهش میگن asymptomatic interval، یعنی یه اینتروال بدون علامت. اتفاقی که اینجا افتاده این هستش که اون جسم خارجی جاگیر شده در واقع و اون علائم آسیب رسان و اذیت کننده به بچه دیگه وجود ندارن. پدر و مادر فکر میکنن که دیگه مشکل برطرف شده، حالا یا اصلا بچه چیزی رو وارد دهنش نکرده یا اگه وارد کرده بیرون آورده یا به هر حال علائم سابساید شدن و دیگه توجه نمیکنن بهش. در واقع میگن که تو 40% از اجسام خارجی راه هوایی تشخیص به بیش از 25 ساعت تاخیر دچار میشه، که در واقع به خاطر همین مرحله هستش و در نهایت عارضه برای ما ایجاد میشه. یعنی وقتی که تشخیص داده نمیشه و اون جسم همونجا میمونه، عوارض ایجاد میشه اهم از انسداد و ایروزیون و عفونت که حالا در موردشون خدمتون میگم. حالا بچه که به دست ما میرسه علایمی که داره و باید بهش توجه بکنیم بیشتر از همه همون سرفه هستش، ولی خب تاکیپنه، استیریدور و ویز مونوفون خیلی مهمه. و یه چیزی که خیلی باید بهش توجه بکنیم کاهش صدای ورود هوا هستش، که این میتونه خیلی به ما کمک بکنه. در واقع یه حالت تیپیکی که ما داشته باشیم این هستش که کامل بیایم قسمت‌های مختلف ریه رو و راه هوایی رو گوش بدیم و این کاهش ایریشن یا هواگیری
این قسمت های مختلف دیگر رو متوجه بشیم، که همونطور که شما فرمودین باید بچه آروم باشه، فضا آروم باشه و این کلینیشن بتونه کامل و با دقت گوش بده. یه نکته که وجود داره اینه که بسته به منطقه درگیری میتونه علایم متفاوت باشه که حالا در موردش صحبت میشه، ولی من یه کلیتی بگم، اگه این راه هوایی که درگیر هست و اون جسم توش هست الان قسمت لارنگوتراکئال باشه، خب استیلیدور رو داریم، ویز رو داریم، دیسپنه، سیانوس، همه اینا ممکن باشن. اما اگه که قسمت های پایین تر باشه، قسمت لارج برونکای باشه، دیگه حالا استیریدور ممکنه نباشه ولی باز ویز هست، به حال دیسپنه هست، حتی ممکنه سیانوز باشه، تب باشه، هموپتیزی باشه، ولی اگه قسمت های پایین تر و تحتانی تر راه هوایی باشه دیگه خیلی علایم ماژوری ممکنه نداشته باشی. یه مسئله باز مهم این هستش که بچه‌ای که دیر به دست ما میرسه با چه علایمی میاد. این بچه چون که دیگه دچار آرزه شده و اروزیون و عفونت ممکنه داشته باشه، با علایم تب و پنومونی ممکنه مراجعه بکنه. یعنی بچه ممکنه با پنومونی های مکرری بیاد، خصوصا اگه اون سابقه چوکینگ رو نداشته باشه یا پدر و مادر متوجهش نشده باشن، هی درمان نومونی براش انجام میشه، یه کوچولو علائمش بهتر میشه و دوباره دچار پنومونی نمیشه و اون کانسالیدیشنی که توی ریم هستش خب هنوز توی گرافی مشخص هست. اینا حالا چیزایی هستش که صحبت شده تو نلسون آپ تو دیت. این الگوریتمی که مشاهده میفرمایین و شیر کردین هم همینو داره میگه، میگه اکیوت چوکینگ اپیزود میتونه به سمت این بره که فارن بادی تو این قسمت زرد اولیه اکسپکتوریتد بشه، یعنی خارج بشه، یا اکسپکتوریتد بشه ولی دوباره بچه قورتش بده، یا اینکه نه همون اول به سمت مرگ متاسفانه، یعنی خفگی بره به خاطر کامپلیت ایروی ابستراکشن و یا اون لارنگو اسپاسم رفلکسی که اتفاق میفته. اگه که علایم پرسیستنت اتفاق بیفتن، یعنی نجس خارج بشه و نه ابستراکشن کامل داشته باشیم، ممکنه یه دیسپنه داشته باشیم که توجیه پذیر نیست حالا با شرایط دیگه بچه، ویزینگای مکرر و یا سرفه مزمن، و یا اینکه وارد همون سیمتم فری پریود بشه که من خدمتتون گفتم که اینا به هم دیگه قابل برگشت هستن. یعنی اول ممکنه یه سری علائم پرسیستنت داشته باشه، بعد سیمتم فری بشه و در نهایت عوارض اتفاق میفته که همون اکوت یا ریکرنت نمونیا هست، ابسریه، برونشکتازی و هموپتیزی. من در خدمتتون هستم خانم دکتر عزیز. خب جو صدای من میاد؟ بله بله صدای شما میاد. خب صدای من خیلی واضح بود، متشکرم از شما. که حالا با توجه به این کیس ما میشه با یکم روی کیس ما بله خانم دکتر من صدا شما رو واضح نشنیدم، فرمودین روی کیس توضیح بدم؟ بله خانم دکتر اصلا اشاره اگه زحمتتون نیست روی کیس توضیح بفرمایید، ظاهرا صدای شما معماریان قطع شد. بله بله حتما. این بچه ما هم در واقع حالا شرح حالش به این صورت بودش که خب 20 روز پیش دانه تسبیح رو خورده بوده. حالا نمیدونیم این شاید فکر می‌کنم کانکشن دستگاه اصلی قطع شد. بله چشم. خب بیمار ما گفتم خدمت ببخشید بکنم بس شدم. بله خانم دکتر هستی، صدا من میاد خدمتتون. بله بله میخواستم اگر ممکنه مطالبی رو که فرمودین با کیس خودمون حالا یکم مچش بکنین اگر ممکنه. چشم. و اینجا حالا من توی این فواصل، توی این فاصله یه لحظه فقط ببخشید،
من توی این فاصله میخواستم توی چت چند تا سوال پرسیده بودن همکارا. بله حتما الان عکس سینه رو دوباره مجددا میذارم. حتما همکاران پرسیده بودن که چرا پرهوا شده. جلوتر خانم دکتر ملک‌زاده در مورد تشخیص حالا اینکه چست بچه ما چه تغییری خواهد کرد، چون سوال همکارا بیشتر روی این قسمت متمرکز بود. خب قاعدتا به نظر میرسه که چک ولو ایجاد شده، یعنی اون جسم خارجی توی دهانه برونش گیر کرده و هوا وارد شده اما در واقع خارج نمیشه و اینو بهش میگن حالت چک ولو و باعث پرهوایی اون ریه اون سمت میشه. خانم دکتر اسناشری من در خدمتونم برای ادامه من و بازم از خواهی میکنم به خاطر اینکه من کانکشنم فلان از بین رفت و هم گوشیم رفت هم دیوایس اصلیم. خواهش میکنم خانم دکتر. بله همطور که فرموده بودین این بچه که سابقه حالا تسبیح خوردن 20 روز پیش رو داره، نمیدونیم که این کلن بچه یه که چیزای مختلف رو میخوره که حالا بعدن کاشف عمل میاد که همچین اتفاقاتی افتاده و چطوری بوده. به هر حال سابقه خوردن اون بادوم رو به طور واضح نمیگه، ولی حالا اون سابقه تسبیح بوده که حالا احتمالاً بلعش کرده بوده اونو. پس اون چوکینگو حالا به صورت واضح اینا نمیگن که ما بخوایم بگیم که این بچه دوچار چوکینگ شد، همون لحظه دوچار دیسترس شد، یا اینکه حالا پیش پدر و مادرش نبوده یا متوجه نبودن. بچه که به دست ما رسیده بچه بوده که علائم تنفسی واضحی نداشته، حالا تاکیپنه نداشته، دیسترس نداشته، پس شاید اون لحظه بالین نتونه خیلی به ما کمک بکنه چون بچه دیر اومده احتمالا. و همونطور که گفتم خدمتتون دیگه این بچه ها معمولا با آرزه میان، حالا توضیح بیشتر رو همکاران میدم، ولی خب اینجا وقتی که علائم بالینی خیلی کمک نمیکنه، یعنی تو ظاهر یکی معاینه ریه هست که سمع ریه هست که خیلی کمک میکنه که همون کاهش صدایی که فرمودین میتونه کمک بکنه، یا اگه هنوز بچه ویزی داشته باشه ویز میتونه کمک بکنه، اگه تو مناطق پایین‌تر گیر کرده باشه که معمولا وقتی طولانی به دست ما میرسه به همین صورت هست. و دیگه تو این مرحله که بچه ازمان شده گرافی میتونه خیلی کمک بکنه و دیگه چون شرح حالم نداریم با توجه به همون گرافی و علائمی که پیدا کردیم میتونیم وارد بررسی تشخیصی و برونکوسکوپی و اینها بشیم. ممنونم خانم دکتر، متشکرم. اگر مطلبی هست بفرمایید در خدمتتونم. خواهش میکنم بفرمایید. مرسی. خب در ادامه من خواهش میکنم از خانم دکتر ملک‌زاده در مورد این که خب حالا ما با این بچه مواجه شدیم، چه اقدام تشخیصی باید انجام بدیم، چطور باید تشخیصمون رو در مورد این که حالا آسپیریشن جسم خارجی کانفرم بکنیم تا اینکه بتونیم زود در واقع اقدام درمانی داشته باشیم. خانم دکتر ملک‌زاده در خدمتتون هستیم. بله خانم دکتر معماریان، در واقع میگن که مهمترین چیز ببخشید خانم دکتر معماریان من دست گرفتم، اجازه هست یه کامنت کوچولو بدم؟ بله خواهش میکنم جانم استاد، من خدمتتون عرض کردم، من تو چت صاحب کردم که این در خدمتتون هستیم. خواهش میکنم، من سلام عرض میکنم خدمتتون، ممنونم از زحماتتون و واقعا کیس های اورژانس شما برای یادگیری ما خیلی خوبه. ببینید من سوال کردم تو چت، گفتم مزاحم در واقع صوتی نشم ولی دیگه مجبور شدم چون همکارای فراگیرم هستم، میدونم تعداد زیادی دانشجو هستن. ببینید الان من نمیتونم بگم که چون ما اگه قرار بشی بخوایم وارد بشیم چه حالا ریجید چه در واقع فایبروپتیک که معمولا با ریجید وارد میشیم، من الان نمیدونم اول باید تو کدوم یکی از در واقع راه‌های هوایی کدوم طرف ریه این مریض وارد بشم. خواستم سوال کنم که چجوری میشه روی عکس ساده من بفهمم که آیا، البته میگن جسم خارجی معمولا توی ریه راست میره تو بچه ها، ولی من پارسالم که تفاوتشو پرسیدن گفتن خیلی تفاوتی نداره، مثل رای گیری میمونه که 51% 49% تقریبا همینطوریه، گفتن خیلی تفاوتی نمیکنه. اینی که من الان توی این مریض نمیدونم آیا واقعا ریه راستش کلابه شده به دنبال یک انسداد کامل و بعد ریه چپش پر هوا شده و شیفت کرده به طرف راست، یا اینکه الان این عکس هم اصلا یه جور دیگه شد، عکسش هم
دو تا عکس متفاوت داره الان. دو تا عکس داره که یکیش ریه راست پر حواس، یکی ریه چپ پر حواس، درسته؟ نه آقای دکتر، اینو من جز این عکس بیمار ما هست. خب این... اونایی که من گذاشتم جز خب حالا تو همین عکسی که مال خود من... تو همین عکسی که مال خود مریضمونه، من الان سوالم اینه که این ریه راستش انسداد کامل داده، بعد ریه به طرف، یعنی میدیاستن به طرف اون کشیده شده و ریه چپ به طور جبرانی پر هوا شده، یا اینکه نه به قول شما چک والو کرده ریه چپش و بعد ریه چپش که چک وال کرده ریه در واقع مدیاستن داده به سمت مقابل. این سوال منه که روی این عکس ساده میشه آیا الان من به عنوان جراح که میخوام داخل بشم اول تو کدوم یکی از این راه های هوایی برم، راست برم یا چپ؟ چون بچه ها که معمولا نفس بکش نفس نکش رو ندارن که ما بتونیم بگیم که مثلا عکس دم و بازدمی بگیریم که بتونیم مقایسه بکنیم، چون میدونید که دم و بازدم که بگیریم میشه یه تفاوتایی رو دید و شیفت رو ممکنه که جابجا بکنه و ما بتونیم قضاوت بکنیم. و بچه 3.5 ساله هم یه خود دیگه بزرگه، حتی هنوز نوپاست هم ولی خودم بزرگه. یه شوخی هم بکنم روز پدر دیگه، خود به ما اجازه بدیم شوخی بکنیم. گفتن بچه نوپا 9 تا مادر میخواد، گفتیم خوش به حال اون پدری که بالاخره 9 تا مادر از 4 تا هم دیگه تجاوز کرد دیگه، ببخشید. مرسی، ممنون. بله خیلی سوال واقعا به جایی هست. حالا توی این بچه ما این که به نظر میرسه واقعا مکانیسم چکول واعث این قضیه شده و در واقع دهانه برنش چپ بسته شده، با توجه به خب معاینه تطبیق معاینه بالینی هم هست، ریه چپ واقعا ونتیله نمیشد و وقتی هم که جراح هم رفتن و برونکوسکوپی کردن گفتن دقیقا توی دهانه برونش چپ. بله درسته، با توجه به آناتومی طبیعی ریه ها و اینکه برونش راست مستقیم تر هست، بیشتر انتظار میره که جسم خارجی توی دهانه برونش راست گیر بکنه. ولی واقعا من همین کیس قبلی هم که ما بین صحبتام عرض کردم، اون به ما دقیقا گفتن تو کارینا گیر کرده ولی ریه چپ پر هوا شده و به نظر مکانیسم چک والو توی قسمت ریه چپ داشتیم و مدیاستن رو هول داده و به سمت مقابل. خب مش کردن اون چیزی که ما تو چست میبینیم، قاعدتا ما فقط از روی چست قضاوت سعی میکنیم نکنیم و مچش بکنیم با معاینه بیماری که داریم. من الان خواهش میکنم خانم دکتر ملک زاده توضیحاتشون رو بفرمایند، اگه باز هم جای ابهامی بود و حالا هر سوالی بود ما باز مزاحم جناب استاد شیرزادی هم که فوق تخصص ریه مرکز ما هستن میشیم و توضیحات تکمیلی و ازشون کمک میگیریم. خانم دکتر ملک زاده اگر ممکنه در مورد تشخیص بفرمایین ممنونتون میشم. چشم، حتما. من عرض کردم خدمتتون که شاید بتونیم بگیم مهمترین چیزی که به ما کمک میکنه که متوجه بشیم که یک آسپیرشن جسم خارجی برام مطرح هست یا نه شرح حاله. در واقع میشه گفت که شرح حال مثبت مساوی با برونکوسکوپی، و اگر که شرح حال منفی داشته باشیم کاملا رد کننده نیست. یه دستمندی جالبی که حالا آپ تو دیت داره میگه که میشه بچه‌ها رو به مادر تو مثلا سیویر ساسپیشس، مثلا مادر تو های ساسپیشس و لو ساسپیشس تقسیم کرد. کسانی رو بگیم که در واقع بیشتر مشکوک هستیم که در حضور یه ناظر براشون چوکینگ اتفاق افتاده، یعنی مثلا مادرش بوده بچه داشته چیز رو دهنش میذاشته و یهو به سرفه افتاده یا بچه حمله خستگی یا سیانوز شده. دیگه صرف نظر از اینکه علامت دیگری دارد یا نه، یا ما توی گرافیمون چیزی داریم یا نه، این بچه رو باید ببریم برونکوسکوپی بکنیم. اگه شرح حال چوکینگ میده، مثلا مادر فکر میکنه که این بچه چیزی تو گلوش پریده، یه سرفه ناگهانی ازش شنیده، یه سیاه شدن چند لحظه ای ازش دیده در حالی که داشته با چیزی بازی میکرده ولی مطمئن نیست، و ما علامتی میبینیم مثلا کاهش سر یک طرفه، ویزه یک طرفه، یا دیسترس تنفسی، و یا این که یافته تو گرافیمون داریم، یعنی دو تا چیز داریم، یه ذره شرح حالمون مشکوکه، یه ذره معاینه‌مون مشکوکه، این بچه هم ساسپیشس هست. اما اگر کودک نوپای ما هیچ علامت و شرح حال مشکوکی نداره ولی دچار یه حمله سیانوز بدون توجیه شده، دچار یه دیسترس تنفسی بدون توجیه شده، استریدوری داره که ما هیچ توجیه دیگه براش نداره، یهو دچار سرفه یا ویزینگ یه طرفه شده، یا شما معاینه ریه که می‌کنید علامت‌ها همه یه طرفه است بدون اینکه توجیه دیگری داشته باشه، این بچه هم ساسپیشس هست به اینکه آسپیشن جسم خارجی براش اتفاق افتاده باشه. اما اگه هیچ کدوم از این موارد رو نداریم، چوکینگی در حضور کسی اتفاق نیفتاده،
شرح حال مشکوک نداریم، علامت خاصی تو معاینه و گرافی نداریم، میشه تا حد زیادی جسم خارجی رو رد کرد، ولی به هر حال همین بچه رو باید ابزرو نگه داریم، فالو آپش بکنیم، ببینیم قصه چطور میشه، دیسترسش برطرف میشه، اون شکایتی که به هر حال به خاطرش اومده، مثلا فرض کنید مادر میگه تک تک سرفه میکنه، یه به هر حال شکایتی که پیش ما اومده بدتر میشه یا داره بهتر میشه، اگر بدتر میشه باز هم برونکوسکوپی رو باید تو ذهنمون داشته باشیم. دیگه چه ابزار تشخیصی به جز شرح حال داریم؟ مسلما معاینه‌مون هست. تو معاینه ما ممکنه که همین قسمت‌ها رو باید معاینه بکنیم. یعنی در واقع دهان رو ببینیم، گردن رو ببینیم، گردن رو معاینه بکنیم، آمفیزم زیر جلدی نباشه، برجستگی خاصی وجود نداشته باشه، خود تنفس رو کاملا ببینیم، ریتراکشن نباشه، استفاده از عضلات فرعی تنفسی نباشه، غیر قرنیگی تو خود قفسه است که تو موارد خیلی شدید ممکن دیده بشه. حتما سعی کنیم که یه سمع خوب و آروم داشته باشیم، هرچند که معمولا خیلی کار دشواری هست. کاهش صدا داریم یا نه، بیز واضحی داریم یا نه، و عرض کردم که موارد شدید حتی شما ممکنه که غیر قرنیگی رو تو حرکات قفسه سینه هم ببینید، باید بهش توجه بکنید. غیر از اون ایمیجینگی که بیشتر از همه استفاده میشه گرافی ساده هست. گرافی همونجور که آقای دکتر فرمودن خیلی برای ما شاید مشخص نکنید که کدوم سمت درگیر هست. مثل مریض ما ممکنه که چکبر به اتفاق بیفته، یک طرف پر هوا بشه و سمت دیگه تا حدی به نظر همجور در مقام مقایسه آتلکتاتیک بیاد، در صورت که اون طرف دیگه اصلا درگیر نیست، در واقع سمت پرهوا هست که درگیره. حتی ممکنه این پرهوایی در حدی باشه که شیفت مدیاستن اتفاق بیفته. برعکس اون ممکنه جسم خارجی ما بیاد تمام مسیر تنفس رو ببنده و ریه‌ای رو که تحت پوشش اون قسمت از مسیر راه هوایی هست آتلکتاتیک بکنه و روی هم بخوابونه. این دفعه شیفت به سمت زایه همون اتفاق بیفته. خب در موارد شدیدتر ممکنه آمفیزم‌های کوچولی زیر جلدی وجود داشته باشه، ممکن انسداد اونقدر شدید باشه که شما یه ریه رو ببینید دیگه رو کاملا از بین رفته باشه، یا اونقدر زایه طولانی شده باشه که اصلا میشه نومانی و یک کانسولیدیشن سوار شده باشه و شما این رو توی چست ببینید. ولی چستیکسای نرمال هم به هیچ عنوان رد کننده آسپیریشن جسم خارجی نیست. یعنی اگر بچه شرح حال داره و ما آینه ما به نفع آسپیریشن جسم خارجی هست، چست نرمال هیچ چیز رو رد نمی‌کنه. به خاطر اینکه چیزی در حد 86 تا 90 درصد اجسامی که بچه‌ها آسپیره می‌کنن لاردیوسنتن و ما اون جسم رو نمی‌بینیم، زمینی که ممکنه انسداد کاملا نسبی ایجاد کرده باشه و تغییر واضحی در چست برای ما نده، یا اگر می‌خواد تغییر بده دیرتر باشه. ما همین الان اولین باری که داریم چست می‌گیریم با فاصله سری چست می‌گیریم و علامت‌هامون خیلی مشخص نباشه. میشه سی تی اسکن رو انجام داد، سی تی اسکن اجسام لاردیوسنت رو به صورت خوبی رو نشون میده، اما با توجه به اشعه زیادی که داره خیلی توصیه نمیشه مگر موارد خیلی خاص. شاید برونکوسکوپی راحت تر باشه در واقع از سی تی، موارد کمتری داشته باشه، هرچند که حالا به هر اتاق عمل رفتن بیهوشی اینها داره، ولی وقتی که شرح حالمون ساسپیشس هست و مشکوک هستیم به جسم خارجی، نهایتا برونکوسکوپی بهترین راهیه که ما باید برش انجام بدیم. یه کاری دیگه که میتونیم برای گرافی بازدمی بکنیم که آقای دکتر فرمودن بله ما اگر گرافی بازدمی داشته باشیم بهتر میتونیم بگیم که جسم خارجیمون کدوم طرف روی قرار گرفته. بچه میتونه به پهلو بخوابه، یعنی الان همین چستی که از بچه خودمون داریم روی سمت چپش پرهواست، این بچه رو اگر رو پهلوی سمت چپش بخوابونیم ولی ریه سمت چپش روی هم نخوابه و همینجور پرهوا تا عکس بعدی بمونه، نشون میده که این ریه پرهوا شده و اون ریه دیگه سالم هست، یعنی جسم خارجی احتمالا سمت چپ رفته. باشه مریم، اگه ممکنه چند تا گرافی دیگه هم با هم داشتیم اونا رو هم جلو ببرید ببینیمشون. دکتر ملک‌زاده فکر کنم صداتون قطع شد. نه من منتظرم شما عکس‌ها رو برامون بذارید، من خودم به نظرم قطعه. حالا اگر اینترنت من قطع باشه، دکتر احسان شریف شما صدای منو داریم؟ بله خانم دکتر، صداتون میاد، صدای دکتر ملک زاده هم میاد خانم. من منتظر هستم که تصاویر رو اگر که ممکنه چستا رو با هم ببینیم. این چست تقریبا شبیه چست بچه خودمونه، در واقع یه طرف چکمل هست و به نظر میسته که پر هوا تر شده و یکم مدیاستان رو به سمت مقابل فشار داده و در واقع یه اون طرف سالم هستش. هر دوتا عکس تقریبا همین حالت رو داره. اگه ممکنه بریم عکس بعدی که باز تفاوت دیگه اگه داریم ببینیم. نه
اینجا دیگه رو ببینید، اون سمت چپ در واقع کاملا سیلوئت شده و خب به نظر میاد که ریه روی هم خوابیده. خب جسم خارجی هم سمت چپ هستن روی فرق دیده میشه دیگه. حالا این پیچ کوچولو در واقع راه هوایی رو بسته و تمام ریه روی هم دیگه خوابیده و ریه یه سمت راست هست که ریه سالم ترمونه. دوشن هم بریدن که ممکنه بریم عکس بعد. اینم برای این گذاشتم که بدونید از این بچه ها هر چیزی برمیاد. این میخ بلند واقعا چجوری رفته توی دهنش و اون کوچولوهای دیگه چی هن؟ آیا اونا مثلا سکه‌ای هستن که همزمان خورده؟ اون بالایی حتی شاید شبیه باتری باشه یا حالا دکمه روی لباسش نمیدونم چون توی اون یکی عکس نیست. ولی میخه به اون بلندی رو ببینید و مشخصا توی ریه هست. بخواد اینکه ریه یک طرف رو، حالا اگر اونای دیگه جسم خارجی نباشن، یعنی مثلا اون سکه نباشه که ریه سمت چپ رو خوابونده روی هم دیگه، شاید همین میخه در واقع یه مقدار انصداد راه هوایی داده، یا اینکه میخه توی مری هست و مثلا اون سکه اومده انصداد راه هوایی داده. به هر حال نشون میده که بچه‌ها هر چیزی رو ممکنه بخوره. ما یه مریضی توی اورژانس داشتیم که دسته پیچگوشتی رو خورده بود. البته در واقع اون رفته بود شانس آورده بود رفته داخل مری و خب مشکلات رو در واقع در دست و گوارش برای بچه ایجاد کرده بود. ولی اونقدر التهاب و پارگی در واقع انتهای حلق داده بود که بچه با دیستر تنفسی اومده بود. در حال می‌بینیم که از این تسلیا هر چیزی بگین برمیاد. باز خانم شما در خدمتتون هستم اگه نکته دیگه برای تشریف هست. ممنونم، متشکرم. من یه چت رو هم چک بکنم تو این فاصله. بله، مرسی خانم دکتر، متشکرم. خب حالا با توجه به همه اینا، با مجموع شرایط که ما تشخیص بچه رو گذاشتیم، درمانی که توصیه میشه از سون از پازیبل باید درخواست برونکوسکوپی ریجید بکنیم. البته اون هم باید با فردی باشه کاملا اکسپرت باشه چون عوارض خاص خودش رو میتونه داشته باشه. در مورد اینکه خب حالا چرا ما استفاده نمی کنیم از برونکوسکوپی فیبروپتیک یا برونکوسکوپی در واقع هم برونکوسکوپی فلکسیبل چرا استفاده نمی کنیم، این هم مسئله ایه که خیلی مواقع برای خیلی از فراگیرها، خیلی از پزشکا قابل بحثه. من خواهش میکنم از دکتر شیرزادی چند تا نکته رو که ما در واقع حیطه تخصصی ایشون هست و ما کمک ازشون بگیریم. یکی همین مسئله که جناب دکتر رضایی فرمودن، اینکه اگر توضیح اضافه در مورد این دارین در خدمتتون باشیم، و چند تا سوال دیگه که من ازتون بپرسم بعدش مزاحمتون بشم. دکتر شیرزادی در خدمتتونم. همونطور عرض ادب احترام دارم خدمت شما و همه همکاران گرامی و دکتر رضایی عزیز که واقعا توی تمام گراند راند حضور فعال دارن و کامنت های خیلی خوبی هم میدن. من خودم استفاده میکنم از کامنتشون. واقعا تشکر میکنم همونطور از شما. من اول بار یک گریزی بزنم خارج از این و همونطور اسم اشعری معرفی بکنم. خب ما هر سال فارغ التحصیلانی که توی مرکز طبی میان و هر سال بهترین رتبه های بردو دارن در واقع توی مرکز طبی جذب میشن، مثل خامتور معماریان، مثل خامتور ملکزاده، مثل خامتور معمار، مثل خامتور صوتی، مثل خامتور محمدی و همه همکارانی که در اورژانس قرار دارن واقعا از رتبه های برتر برد بودن و رزیدنت های در واقع مرکز طبی بودن که فارغ التحصیل شدن و بهترین رتبه ها در واقع جذب مرکز طبی شدن. خب امسال هم در واقع رتبه اول برد مال مرکز طبی بود همطور اثنا عشری، همطور الفت بودن و بقیه همکاران که خب امسال اونها هم در واقع جذب سیستم شدن و من امشب استفاده کردم واقعا از همطور اثنا عشری. بسیار خیلی خوب کامنت دادن، همونطور که شما همطور ملکزاده بسیار عالی صحبت کردید. خب استاد چند تا نکته ای که خب استاد رضایی سوال کردن، من فکر می‌کنم بتونم یه جواب خیلی کوچیک به استاد رضایی بدم و در واقع حالا البته استاد رضایی خودشون استادن، یعنی خودشون واقعا جواب ها رو میدونن و میپرسن که در واقع برای دانشجوها در واقع ریویو بشه و این نکات گفته بشه. آسپیریشن جسم خارجی همچون که استاد فرمودن، خب 60% مواقع وقتی جسم خارجی آسپیره میشه ممکنه بره سمت راست، توی 3% مواقع ممکنه تو لارنگس گیر بکنه، 13% مواقع تو تراشا ممکنه گیر بکنه و تو 23-24% مواقع هم سمت چپ ممکنه بره گیر بکنه. یعنی شایع ترین قسمت ما 60% مین برونکوس سمت راست ما هست که جسم خارجی میره و در واقع اونجا گیر میکنه. این که اول از همه پس سمت راست که ما میبینیم شایع ترین هست. اینی که ما از روی عکس بخوایم بگیم کدوم سمت در واقع درگیری رو داره، خب بستگی داره به اینکه کدوم مرحله بیمار مراجعه
اگر در مراحل ابتدایی جسم خارجی بیمار به ما مراجعه بکنه، خب همون مکانیزم چک والوی که خانم ملک‌زاده و خودش شما اشاره کردین به وجود میاد، یعنی اینکه بیمار موقع دم فشار قفسه سینه منفی میشه، راه‌های هوایی باز میشن، هوا از کنار اون جسم خارجی میره قسمت تحتانی، و در بازدم که فشار منفی برداشته میشه راه هوایی کلاپس میشه، فشار میاره به اون جسم و هوا دیگه از داخل راه‌های ما خارج نمیشه. این میشه مکانیزم چک والو. جسم خارجی یک مقداری که اونجا باقی میمونه حالت ارگانیزه میشه، یعنی گرانش این تیشو اطرافمون به وجود میاد و جسم دیگه کلا به بافت میچسبه و دیگه هوا کلا از کنار اون عبور نمیکنه. به خاطر همین هوای انتهایی اون ممکنه جذب بشه و در این مرحله ممکنه ما آتلکتازیا رو داشته باشیم که ریه هامون روی هم دیگه میخوابن، ترشحات ممکنه پشت اون جمع بشه و یواش یواش پنومونی ها و عوارض هم برامون هموپتزیا و عوارض رو برامون به وجود بیارن. پس اینکه ما بخوایم از روی گرافی بگیم کدوم سمتمون هست، حالا تو این بیمار که واقعا سمت چپتون من دیدم واقعا پر هواس شیفت مدیاستن داده، یعنی قطعا جسم خارجون رفت سمت چپ بگیر کرده، اما مراحل ابتدایی بوده و اومده جابجا شده. اما اینی که برای ما مهم باشه موقع برونکوسکوپی ببینیم سمت چپ میریم یا سمت راست میریم، واقعا اینطوری نیست. یعنی ما خب شک بالینی میکنیم توی گرافیمون و اون رو میبینیمش، هرچند که ما یک شرح حال مثبت جسم خارجیمون رو نمیتونیم ازش بگذاریم، چون بیمار ممکنه بعدن جا به جا بشه با عوارضش بیاد. مریضایی که با شرح حال مثبت جسم خارجی میان باید مریضا برونکوسکوپی بشن و تشخیصشون چی بشه؟ قطعی بشه. پس این از این. اینی که برای بیمارانمون من یه لحظه اصلا ذهنم پرید، عذرخواهی میکنم. آها، راجع به جسم خارجی می‌خواستم بعد صحبت بکنم، ببخشید کوچولی من این جاده رشته تونی بکنه، من حواسم یه لحظه پرت شد. برای اینکه بفهمیم واقعا تشخیصمون قطعی بکنیم توی رادیولوژیمون، خب یک گرافی، اولا شرح حال مثبت که من گفتم نمیتونیم ازش بگذاریم، تا 30% مواقع ممکنه گرافی ما کاملا نرمال باشد و رد کننده و یا وجود جسم خارجیمون نیست، چون خیلی از مواقع ممکنه جسمای ما اوپک نباشه. پس شرح حال واضح بهمون کمک میکنه. اگر خواستید گرافی بگیریم، خب گرافی توی مواقعی که ما شک به جسم خارجی داریم، در بقیه ببین در موقع ما پنومونی داریم، ما میایم گرافی استاندارد میگیریم، یعنی بچه میگیم در دم کامل باشه. ولی در مواقعی که ما شک به جسم خارجی داریم، باید هم دمی بگیریم و هم باز دمی بگیریم، که اگر هوا حالت چک والو داره متوجه بشیم که کدوم سمتمون درگیر هست. تو بچه های کوچیک که نمیتونن با ما همکاری بکنن، ما میایم به صورت لترال دکوپیتوس میگیریم، یعنی هم سمت چپ هم سمت راست لترال دکوپیتوس میگیریم. اگر علامت واضح داشته باشیم که خب به همون سمت میگیریم، اگر نداشته باشیم به هر دو سمت میتونیم بیایم لترال دکوپیتوس ببینیم. این یک حالت بازدمی به خاطر وزن بچه، یک حالت بازدمی رو برای ما تقلید میکنه و میتونیم چی بشیم؟ تشخیص رو قطعی بکنیم. کار دیگه ای که تو روش های گرافی واقعا میشه برای بیماران انجام داد اینه که برای بیماران زیر فلوروسکوپ بیان بیمارمون رو معاینه بکنیم. اون حرکت پاندولی که برای تراشه به وجود میاد، چون اگه ما پر هوایی داشته باشیم که خب پر هوایی باعث تراشمون شیف پیدا بکنه، آتلکتازی هم داشته باشیم به سمت زایعمون تراشمون حرکت میکنه. یعنی ما میتونیم بیایم زیر گاید فلوروسکوپ کامل بیمارمون رو بذاریم و یک دقیقه بیمارمون رو حرکت های تنفسش رو نگاه بکنیم و اگر جسم خارجی باشه تشخیص میدیم. اما اینکه آیا برای بیمارانمون نیاز هست این کار انجام بشه یا اینکه نیازی نیست اصلا روش های گرافی انجام بشه یا نشه، بازم بستگی به حال عمومی بچه داره. اگر بچه شما اشعه حال واضح داره، اگر بچه‌تون حال عمومی بد دارد، نیاز به گرافی گرفتن و کانفیرم کردنش اصلا شما ندارید. ایمرجنسیست حال عمومی اگه بد است باید بره مستقیما تو اتاق برونکوسکوپیتون، اتاق عملتون و جسم خارجی بشه، خارج بشه. اگر که این اتفاق نیفتاده، اگه مریضتون استیبل است و علامت دار است و یا اینکه بدون علامت، شما در این مرحله میتونید گرافی قفسه سینه بگیرید. اگر گرافی قفسه سینه رو دیدید و نرمال بود، شرح حالتون واقعا به جسم خارجی نمیخورد، علامت های بالینی رو نداشتید، شما میتونید بیمارتون رو ابزرو بکنید فقط. اگر که اینجا بازم شک داشتید شما، خیلی خوب بهتره که بیمارمون رو اگر علامت داشته باشید، مودریت باشه، تو سی وی ار باشد، بهتره بیمارانمون برونکوسکوپی بشن، چون برونکوسکوپی هم براشون تشخیصیست هم براشون درمانیست. یعنی ما هم میتونیم بریم ببینیم جسم خارجی هست درش بیاریم و
همین که تشخیص رو براش قطعی بکنیم. یک روش اینترمدیت که واقعا این بین هست، اگر که برونکوسکوپی در دسترس نبود شما میتونید یک لو دوز سی تی اسکن از بیماران انجام بدین که 100% حساس و اختصاصیه و میتونه جسم خارجی در داخل راه‌ها نشون بده اگر دسترس برونکوسکوپی نداشتید، ولی اگر داشتید ترجیحاً باید بیمارتون برونکوسکوپی بشه. من سوال از من پر سوال استاد من سوال استاد رضایی شاید فقط سعی کردم جواب بدم، از من چیزی دیگه ای پرسید من فراموش کردم. خام تو معماری ها دکتر فکر کنم صدای تو میاد. دکتر یه سوال جدید تو چت هست دکتر جان، یه سوال جدید راجع به خیلی توضیحاتون بود. بله پرسیدن. سلام عرض میکنم استاد، شبتون بخیر، افتخار دادین تشریف آوردین در جلسه ما. استاد سلامت باشین. استاد رئیس گرمی هستن، مدیریت محترم گروه کودکان دانشگاه تهران. متشکرم استاد تشریف آوردین، مرسی. بله یه سوالی پرسیدن از همکارا که آیا جسم خارجی دو طرف هم امکانش هست که داشته باشیم و برونکوسکوپی طرف ظاهرن سالم هم باید انجام بشه؟ ما 2% مواقع ممکنه جسم خارجی دو طرفه باشد، در 2% مواقع. اینه که پس ما هر موقعی که در واقع میایم برونکوسکوپی میکنیم، میریم در واقع جسم رو پیداش میکنیم، درش میاریم و بعد سمت مقابل و تمام برونکوس ها و سگمان های ریه باید کاملا با دستگاه دیده بشن، با برونکوسکوپ دیده بشن و داخل ریه ها ما کاملا چرخ میزنیم و همه جا رو مطمئن میشیم، چون دیگه ریسک بیهوشی نمیخوایم به بچه بدیم، نمیخوایم در واقع آرزه ای برای بچه ایجاد بکنیم. یا مثل همین بچه‌ای که شما داشتید، ممکنه بادام زمینی یا وقتی شما میگیرید داخل بسکتتون خورد بشه، چندین تیکه بشه و اون تیکه ها رو شما برای هر بار که بخواید وارد بشید، یک بار وارد راه های هوایی میشین، یک قسمت جسمو میتونید خارج بکنید. حالا یا حالا ما جسم تیکه تیکه ممکنه بشه، برای اینکه آرزه‌ای به وجود نیاد و اینکه پخش نشه داخل ریه هامون، واقعا اندیکاسیون داره که کل سگمان های ریه، یعنی ما 19 تا سگمان داریم، 10 تا دونه سمت راستمون داریم و 9 تا سمت چپ داریم، کامل دیده بشه. استاد رئیس کریم من خدمت شما خیر مقدم میگم. ممنون استاد، شما واقعا منت میذارین توی گران رانده اورژانس تشریف میارین. ما بسیار استاد متشکر هستم از شما. اگر که استاد غریبم دارم می‌نویسم، منم باید حرف بزنم، من خلاصش می‌کنم. استاد اگه شما کامنتی دارین من خیلی خوشحال میشم که من بشنوم استاد و استفاده بکنم از تجربیات خیلی خوب شما. استاد ممنون، خواهش می‌کنم. نه من فقط استفاده کردم از همه اساتید، هم از شما تشکر می‌کنم. بالاخره شب تعطیل و شب عید احتمالاً همه شما ها، یا شما که پدر هستید، بقیه دوستانم بالاخره به نوعی درگیرن، ولی خب بحث رو فراموش نکردن. من دیدم استاد دانشجو، استاد رضایی، استاد قریب، فکر می‌کنم به احتمال زیاد استاد زیایی هم تشریف دارن و اساتید جوان اورژانس که بسیار عالی و تعداد زیاد از دانشجویان و همکاران رزیدنت و اینترن هم هستن، حدود 150 نفر فکر می‌کنم، نزدیک 150 نفر حضور داشتن در این شب تعطیل و این بحث بسیار شایع و خوب. دستتون درد نکنه حضور اساتید بزرگوار قدیمی هم که در واقع برای دلگرمی دوستان جوان خیلی خوبه. من تشکر میکنم، در خدمت شما هستم. از نه استاد لطفا شما، ممنون از حمایت های همیشگی شما استاد، از همه ی هم کارا در واقع من تشکر میکنم. فقط من یه نکته بگم و دکتر قریب که من وقتی من فکر کردم من نفر آخرم، واقعا من یعنی انتظار داشتم که نفر آخر باشم، فکر کردم تو قریب قبول نکرده امشب که دارم صحبت بکنه، من عذرخواهی میکنم. ولی اینکه ما فلکسیبل برونکوسکوپی بکنیم و یا اینکه ریجید برونکوسکوپی بکنیم، چویستمون در جسم خارجی یا ریجید برونکوسکوپی ها هست، چون غلاف داره، چون ما میریم اونجا کانال کار خیلی بزرگ داریم، جسم خارجی رو وارد کانال میکنیم و میتونیم خارج بکنیم. ولی توی مرکز توی این رو بگم که توی تکست ها اشاره شده که ما میتونیم با فلکسیبل برونکوسکوپی جسم خارجی رو خارج بکنیم. ما فکر میکنم حدود در طول در واقع 8 سال گذشته که در واقع ریه در مرکز طبی راه افتاده، حدود 600 تا 700 بیمار رو با فلکسیبل برونکوسکوپی جسم خارجشون خارج شده، چون خیلی از مواقع ممکنه ریجید برونکوسکوپی، چون یه لوله یه ریجید هست دیگه، به عمق ریه ها ممکنه دسترسی نداشته باشه. تو مواقعی که همکار یه جراحمون میرن در واقع نمیتونن جسم خارج بکنن، یا اینکه عمقی میشه، یا شک دارن که ریزجویی وجود داشته باشه، خب همکارای ریه کمک میکنن و جسمای خارجی رو خارج میکنن. من دیگه اضافه گویی نمیکنم، واقعا
اگر سوالی باشه بعدا آخر با جواب میدم، اگه بشه دکتر قریب عزیز استفاده بکنیم. نه دیگه فکر نمی کنم دکتر جیزاد فرصت کنیم وارد بحث جدید بشیم. به نظرم حالا اگر ممکنه همین سوال همکارا رو جواب بدیم که فرمودن اجسام خارجی خیلی ریز مثل شین ریزه لازمه که با لاواش خارج بشه؟ اگر که جسم خارجی خیلی ریز باشه واقعا من ببینیم با لاواش اصلا خارج بشو نیست، یعنی اینکه ما با شستشو نمیتونیم اون رو خارجش بکنیم به هیچ عنوان. این را اینها ترجیحاً باید با ریجید برونکوسکوپی، چون کانال کار خیلی بزرگی داره، ما بریم روی جسممون و در واقع اون رو با پنس بگیریم و خارج بکنیم. حالا اگر نه واقعا لاواژ نمیشه کرد که خارجش بتونیم بکنیم. ممنونم دکتر شیرزادی عزیز، زحمت کشیدین، مرسی. من توی دو سه دقیقه ای که هست حیفم میاد راستش این مطالبی که آماده کردن دکتر غریب و خواستم اگر ممکنه تو هر جا که بشه خیلی کوتاه، ما الان دو دقیقه وقت داریم، حالا یه دقیقه هم اضافه دکتر زیایی اجازه میگیریم در خدمتون باشیم. دکتر غریب سلام، صدای من میاد؟ بله بله صداتون. متشکر. کامپیوتر من چون ایراد داره من بلند صحبت میکنم. خب این بچه یه که احتمالاً به زودی آسپیره خواهد کرد و کیس تیپی که بیمار ماست. در مورد بیمارانی که با جسم خارجی مراجعه میکنن، نکات مهم اینه که در نظر داشته باشیم ما راجب برخورد به صورت الگوریتم احیا. میشه اسلاید رو عوض کنیم؟ ببخشید اسلاید رو میشه لطفا عوض کنیم؟ ببینید من در مورد الگوریتم احیا صحبت خواهم کرد، یعنی بچه ای که یا توی مهمونی جایی شما میبینید که آسپیره کرده در جا میبینید و یا با شکایت جسم خارجی با حال بد اومده تو اورژانس و یا اینکه با حال خوب اومده، یعنی بد حال شدید نیست اما یه دفعه حالش بد میشه. خب این مسئله خیلی مهمه چون انسداد کامل اگه ایجاد بشه 90% مرگ و میر خارج بیمارستان و داخل بیمارستان 70% مرگ و میر داره. راجع به علامش صحبت نخواهیم کرد اما تشخیص افتراقیش مهمه. انسداد حادی هست که یا ممکنه دلایل مختلف داشته باشه، اگه تب داشته باشه ممکنه شما به علل عفونی هم فکر بکنید. اکثرا والدین اون موقع نیستن که آسپیره انجام شده، اکثرا زمان خوردن هست. لطفا اسلاید بعدی. خب این که چرا این اتفاق بیشتر میفته تو بچه ها، به خاطر اینه که بچه ها میدونن موقع خوردن بازی میکنن، دندان مولار عقب ندارن، همه چی رو داخل دهانشون میذارن و خیلی مستعد این هستن که انسداد پیدا کنه راه هوایشون، چون زبان بزرگه و فک کوچیکه. لطفاً بعدی. خب فقط 3 قصه داره انسداد از دید نگاه اورژانس، نگاه اورژانسی که میخواید جونشون نجات بدید. یا این انسداد ناکامله یعنی صدا داره و سرفه داره، یا کامله یعنی دیگه حالش بد شده، صدا نداره، نمیتونه نفس بکشه و خب طبیعتاً سرفه هم نداره، یا اینکه هوشیاریشو از دست میده یعنی دیگه پاسخدهی نداره. پس شما 3 حالت دارید، یا انسداد ناکامله که صدا داره، یا کامله یا حالش بده. اگر انسداد کامل باشه ولی هنوز هوشیاری و واکنش داره و ولی صداش دیگه در نمیاد و نفس نمیتونه بکشه، مطابق گایدلاین احیای کودک زیر 1 سال 5 ضربه به پشت، 5 فشار به جناق، یعنی مثل چست کامپرشن احیا منتها شارپ، جمله شارپه یعنی سریع و عمیق ولی آهسته تر، یعنی سرعت خود اون شارپه اما اون 5 به سرعت سی پی آر نیست که 120 در دقیقه است. پس زیر 1 سال 5 ضربه به پشت، 5 فشار به جناق و بعد نگاه میکنید که آیا جسم خارجی بیرونه یا نه. اگه جسم خارجی نیفتاده بود بیرون به طور نادیده سعی نمی کنیم انگشتمون رو بکنیم تو گلوش چیزی در بیاریم، اگر دیدیم انگشت می کنیم تو گلوش. پس زیر 1 سال 5 ضربه به پشت، 5 فشار چست کامپرشن و بعد نگاه، و اگه نبود همین کار رو تکرار می کنیم. بالای 1 سال مانور هایملیش یا زانو می زنیم پشت بچه و سعی می کنیم با مشت فشار زیر دیافراگمی بدیم،
یا بزرگتر خم میشیم، فشار زیر دیافراگمی. اینا مال بچه‌ای که انسدادش کامل شده، صداش در نمیاد اما هوشیاره. این کار تا زمانی که جسم خارجی بیفته بیرون و یا نگاه کنیم ببینیم بیرونه و یا اینکه هوشیاری بچه از دست بره ادامه پیدا میکنه. اسلاید بعدی. و قسمت بعدی اینه که بچه دچار افت دچار نبود هوشیاری و نبود پاسخدهی میشه. اینجا سی پی آر شروع میشه با فشار به قفسه سینه مثل سی پی آر معمولی بدون چک نبض. یعنی وقتی که بچه پاسخدهی نداشت یا وقتی که هوشیاری نداشت شما سی پی آر انجام میدید منتها بدون چک نبض، شروعش با فشار به قفسه سینه 30 to 2 همیشه 30 to 2 هست و بعد از هر سیکل وقتی میخوایم یعنی 30 ماساژ دادی میخوایم نفس بدیم نگاه میکنیم ببینیم آیا جسم خارجی بیرون آمده یا نه. اگر دیدیم، قطعا دیدیم، سعی میکنیم با حرکت جاروی انگشت خارجش کنیم. اگر ندیدیم 2 نفس میدیم و دوباره 30 to 2. ممکنه که مریض در حالی بیاد که شما میبینید با این شما دارید 30 to 2 رو انجام میدید اما حالش بدتر میشه، لازم میبینید که یعنی میگید اون هوا به اصطلاح جسم خارجی جاییه که اون هوایی که شما با تنفس به بچه میدید وارد ریش نمیشه و چست رایز نداره. اون موقع یکی از کارهایی که پیشنهاد شده اینه که با لوله تراشه مریض رو این تیوب بکنید و اون جسم خارجی رو هول بدید که میره معمولا داخل برونش راست میشه و بعد میاید بالا سر کارینا و مریض رو ونتیله میکنید که معمولا ریه چپ رو دارید ونتیله میکنید تا زنده بمونه واسه اقدامات بعدی. این گایدلاین امریکن هارت اسوسییشن بود، گایدلاینی که اروپایی ها میگن با این فرق میکنه و میگن وقتی که بچه آنکانشس شد اون موقع شما 5 نفس بدید و بعد سی پی آر رو شروع بکنید. در ضمن برای بچه بالای 1 که صرفاً مانور هایملیش توصیه شده بود، همونطور که اینجا در این تصاویر میبینید چه برای آدم بزرگ چه برای بچه کوچیک، اون زدن به پشت یا اون 5 اسلپ رو باز توصیه میکنه که واسه بچه بزرگتر و همچنین برای بچه کوچیکتر پوزیشنی باید داد که سرش پایین تر باشه و بچه رو طوری بگیرید بچه زیر 1 رو که شستتون یک طرف و بقیه انگشتان یک طرف به طوری که بدون فشار به راه هوایی گردنش حمایت بشه. اما این خلاصه این گایدلاین هست که شما فقط حواستون باشه که یا انسداد ناکامله که حالا اگه بزرگتره تشویقش میکنید به سرفه و نگاهش میکنید و کاری نمیکنید و امیدوار میشید که همینطور سرفه کنه، یا انسداد کامل شد یعنی دیگه صدا نداره و نفسش در نمیاد ولی هوشیاره که اون موقع تو بچه زیر 1 5 پشتش 5 فشار به قفسه سینه و بعد نگاه و همینطور این کار میکنید، بچه بزرگتر بالای 1 مانور هایملیش انجام میدید و بعد اینها هر دوشون که وارد افت هوشیاری و نبود پاسخدهی شدن سی پی آر انجام میدید به طوری که 30 ماساژ میدید و بعد ماساژ قلبی میدید و بعد نگاه میکنید به راه به دهان که ببینید آیا جسم خارجی بیرون پریده، اگه نیومده بود که 2 نفس میدید و این کار رو ادامه میدید و در نهایت اینه که ما مریض رو اینتوبه میکنیم و جسم خارجی رو هول میدیم پایین و بعد دوده رو دوباره میاریم بالا سر کارینا و مریض رو به اصطلاح تنفس بهش میدیم. یک فرقی داره گایدلاینی که البته اینم خدمتون عرض کنم که همونطور که اساتید گفتن رادیوگرافی و معاینه فقط برای رول این کردنه، یعنی مثبتشون مهمه، اگر چیزی پیدا نکردیم توشون به هیچ وجه جسم خارجی رو رول اوت نمیکنه، این رو هم در نظر داشته باشید. یک توصیه هم شده اگر فرد تنها بود و دچار این حالت شد یا خودش برای خودش هایملیش انجام بده، اگر شما خواستید برای کسی هایملیش انجام بدید و این فرد شکم خیلی بزرگی داشت یا حامله بود و نمیشد زیر زایفوید رو مشخص کرد، همون چست تراست رو انجام بدید، یعنی فشار به قفسه سینه. اما نلسون یک تفاوتی داره که متاسفانه بی‌دقت به این بخش هست یا شاید فکر کرده که توضیحاتش در بخش‌های دیگه برای ما کافی هست، و اونی که نلسون اصلا این سی پی آر افت هوشیاری رو ذکر نکرده و مریض ناهوشیار رو کلن بالا 1 5 ابدومینال تراست یعنی خابیده مانور هایملیش انجام میدیم، یعنی خابیده به زیر دیافراگم فشار میدیم، مریض
زیر یک سال رو هم بعد از پوزیشن راه هوایی باز همون 5 تا بک استپ و 5 تا چست راست رو انجام میدیم. ولی فکر میکنم این فصل نلسون گونگ نوشته شده، بنابراین گایدلاین امریکن هارت اسوسییشن دقیق تر هست. ببخشید متشکرم. ممنونم، مرسی. متشکرم. خب ما متاسفانه بازم یکم طولانی شد. مرسی از همه اساتیدی که با ما همکاری کردن، امشب حضور داشتن. ممنون از همگی که شب تعطیل تو جمع ما بودین. من مجددا عید رو تبریک میگم خدمتتون و خدا نگهدار. شب همگی بخیر.